میخوام صحبت کنم با آقای رضا قضی‌پور، مدیر محترم، مدیر اسبق اعتبارات بانک خاورمیانه، و در مورد اقتصاد کلان و حالا این روزهای مختصات کلان کشور صحبت کنم. سلام آقای قضی‌پور، صبح بخیر، ممنون از اینکه با ما هستید. آقای قضی‌پور، ما الان نزدیک هفته 5000 میلیارد تومان داریم اوراق صادر میکنیم و دولت اوراقشون میفروشه. به نظر شما این بازی تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و دولت تا کی میتونه با این وضع، حالا اون کسری بودجه‌ای که گفته میشه، برای خودش رو جبران کنه؟ ببین الان من بذارین، چون صحبتی که در واقع داشتیم رو من ببرم به یه سمت دیگه ای و بعد جواب شما رو بدم. ببینید الان بزرگترین کسری بودجه پنهان دولت در واقع تأمین مالی نمیشه و تأمین مالیش متاسفانه از طریق بانک مرکزی انجام میشه. این بودجه پنهان، کسری بودجه پنهان که در صورت‌های مالی در واقع در بودجه دولت نیومده، همون رقم 15 میلیارد دلاری هستش که در واقع دولت تعهد کرده با عرض رسمی نرخ 4200 تومانی در اختیار وارد کنندگان بذاره. و عرضم به خدمت شما که در اختیار اونا بگذاره و متاسفانه وقتی که به ترازنامه بانک مرکزی نگاه میکنیم دقیقا میبینیم این فاینانسینگ از طریق بانک مرکزی اتفاق افتاده. به نظر من این رویکرد باعث شده که در واقع اون حجم اون کسری بودجه‌ای که شما مد نظرتون هستش با توجه به این رقمی که من الان دارم میگم 15 میلیارد دلار اصلا یک نسبت خیلی خیلی کوچیکه. تقریبا از سال 99 بانک مرکزی توی بازار نیما به شدت داره دخالت میکنه، عملا ارزی از بابت فروش نفت در اختیارش قرار نمیگیره که اونو بتونه به وارد کنندگان کالای اساسی بده. در نتیجه مجبور هستش که بیا توی بازار نیما ارز از صرافی‌های بانکی با نرخ‌های خیلی خیلی بالا خریداری بکنه و اون رو در اختیار متقاضیان ارز واردات کالای اساسی بذاره که قیمتش خیلی خیلی در واقع کمتره. اگه ما این 15 میلیارد دلار رو شما در نظر بگیرید، دیروز حدود 17000 تومان بود، همونطور که فرمود قیمت سنان نیمایی 10000 تومان بود دلار، و اگر ما همین فرض کنیم که این ثابت باشه، نزدیک هر دلار رو داره در واقع بانک مرکزی روش 12000 تومان سوبسید میده، و اگر فقط همین 15 میلیارد دلار رو زد در اون 12000 تومان بکنیم، یه چیزی حدود 200000 میلیارد تومان فقط پایه پولی رو در واقع داره متاثر میکنه. و اگر ما اون رو ضرب در ضریب فزاینده پول متوسط 5 بکنیم، این خودش میکنه 1000000 میلیارد تومان در واقع افزایش حجم پول. و خب پایان سال 98 ما حدود 2800000 میلیارد تومان در واقع حجم پولمون بود، و اگر این 1000000 میلیارد تومان رو فقط با همین عددی که سرانگشتی من حساب کردم بهش حساب بکنیم، نزدیک ما حدود 45-50% در واقع حجم پول رو امسال افزایش خواهیم داد. و این به نظر من یه مسئله وحشتناکی هستش و تمام بازارها هم داره متاثر از این حجم پول میشه. یعنی شما دیروز یه مهمان عزیزی داشتید که در مورد همین صحبت میکرد که در مورد پمپاژ در واقع پول، ولی واقعا باید ببینیم که منفشه این پمپاژ کجاست. یعنی اون بخشی رو که در واقع شما فرمودین در مورد اون تأمین کسری بودجه از طریق چیز، خیلی بخش کوچیکی هستش از اون کسری بودجه پنهانی که داره در واقع به وسیله بانک مرکزی فایننس میشه و اصلا قابل مقایسه با همدیگه نیستن. در نتیجه ما باید، یعنی در واقع اقتصاد ما دو طرف عرضه و تقاضاش، یعنی اگریگیت دیمند و اگریگیت ساپلایمون رو وقتی نگاه میکنیم، الان بانک مرکزی در واقع
در حالی که در حال تورم داریم و در واقع داریم باید مقابله بکنه با تورم و کاری هم از دستش بابت عرضه نمیاد، چون عرضه ما خودمون میدونیم مشکلات دیگه ای داره. همونطور که مهمون روز گذشته شما گفت، یه بخشی از این عرضه به خاطر مشکلات دیپلماتیکه، اونا رو دیگه دست اقتصاددونا نیست که حل بشه. سانکشن ها و تحریم ها اگه برطرف بشه، خب نهادها و راحت تر در اختیار تولید کننده ها قرار میگیره، تولید کننده خدمات و کالا. و یه بخشش هم در واقع مال همین کرونا وایرس هستش که برای خیلی از کسب و کارا رو متاثر کرده. آقای قضیپور ببخشید، برای این تورمی که شما میفرمایید دقیقاً چه راهکاری هست برای اینکه بخوایم جلوشو بگیریم؟ بسیار عالی. ببینید، من دقیقاً میخواستم همین موضوع رو دقیقاً مطرح بکنم. خیلی ممنون از سوالتون. ببینید، تنها راهش به نظر من این هستش که بانک مرکزی از دست از سیاست انبساطی پولی برداره و این فاینانسینگ پنهان کسر بودجه رو ازش دست برداره و بره به سمت ماپاپ کردن پول، یعنی پول رو از دست مردم در بیاره. برای اینکه پول رو از دست مردم در بیاره هیچ راهی نداریم، یعنی این یک راه تئوریک کلاسیکه که تمام دنیا اینو تجربه کرده، که در شرایط تورمی ساختار نرخ بهره عوض میشه، ترم استراکچر عوض میشه، نرخ بهره کوتاه مدت به شدت بالا میره و تا اونجایی که بالا میره که در واقع تمام سرمایه گذاران و تمام مصرف کنندگان مصرف و سرمایه گذاری خودشون رو تعویق بندازن. الان متاسفانه دقیقا سیاست برعکس رو بانک مرکزی پیشه گرفته، یعنی با آوردن در واقع این فاینانسینگی که عرض کردم، یه سیاست مالی انبساطی رو داره دیکته میکنه که نرخ بهره کوتاه مدت رو به شدت پایین آورده و الان همه سپرده گذارا دارن به واسطه تورمی که داره تو سیستم ایجاد میشه، پول خودشون رو از سیستم بانکی دارن میارن بیرون و تبدیل میکنن به یه دارایی با دوام. یعنی اعتقاد دارید نرخ بهره باید بیاد بالاتر؟ 10%. یعنی ما این تجربه‌ای که در واقع ما داریم این هستش که باید ترم استراکچر نرخ بهره عوض بشه. نرخ بهره کوتاه مدت باید در واقع خودش اجاست بکنه با تورم. الان ما تورم رسمیمون بالای 30%، ولی نرخ بهره کوتاه مدتمون 8% و اونم متاسفانه ماه شمار. یعنی نرخ تعادلی بهره رو تو همون محدوده 35% 30% که خودتون میفرمایید. من میگم ما باید تورمی که در واقع تارگت میکنیم به اضافه 2-3% ریل ریترن در واقع بهش اضافه بکنیم و اون ریسکا، و من فکر میکنم باید نرخ بهره حدود 33-34% باشه، که وقتی که این اتفاق میفته شما همه دغدغه ها اینه که آقا چرا بازار بورس میره بالا، این اوور ولیو، این نمیدونم خیلی حباب داره، و واقعا هم همینطوره. چرا؟ به خاطر که مردم دیگه اصلا فکرشون اصلا خارج کردن که آقا این شرکت پرفورمنس داره یا نداره. موضوعی که وجود داره اینه که آقا این یه دارایی داره که من این دارایی رو اگرم چون ریال بی ارزش داره میشه، هر چقدرم بدهی داشته باشه، هر چقدرم زیان داشته باشه، دارایی‌ها اینو وقتی در زمان ورشکستگی می‌فروشم و این رو در واقع تبدیلش می‌کنم به بدهی‌هاشو می‌تونه در واقع جبران بکنه. یعنی اصلا نگاهی به پرفورمنس وجود نداره. اما اگر نرخ بهره بره بالا، تمام بازی عوض خواهد شد. یعنی تمام سرمایه‌گذاران نگاه کنن به اینکه آقا این شرکت هایی که دارن کار میکنن حداقل میتونن به اندازه تورم پرفورمنس داشته باشن یا نه. شما نسبت پی بی ای متوسط بازار تا اونجایی که من میدونم حدود 25 هستش، اگه اشتباه میکنم من اصلاح کنید، 25، یعنی این که من 4% سالانه ریترن در واقع برای این نسبت خرید به ارنینگ هم در نظر میگیرم، در حالی که ما میدونیم تورم حداقل امسال بالای 40-50% خواهد بود. حداقل تو 3 ماه گذشته نرخ ارز از 14900 تومان تو بازار رسیده به 22500 تومان. یعنی حدود مثلا 52-53% رشد قیمت ما داشتیم. خب این خیلی خیلی داستان ساده ای میشه دیگه.
که شما در واقع وقتی نرخ بهره رو میبری بالا، تمام اون ملاک های واقعی بورس ها که در واقع پرفورمنس اون شرکت ها هستش رو میشه، و وقتی که به این فرم وارد بشه، بسیاری از این شرکت هایی که در واقع اوور ولیو شدن و پی بی ای های بسیار بسیار بالایی دارن، مطمئنن اینا بنکراپ میشن و بیارزش میشن، و فقط شرکت هایی که ساختار مناسبی دارن و واقعا میتونن به اندازه تورم بازده به سهامداراشون برسونن، میتونن سر پا بمونن و توی بورس خرید و فروش بشن. ببخشید آقای قضیه‌پور، یه سوال مهم. این حباب ببخشید، یه سوال مهم. شما میفرمایید که نرخ بهره تا 35% باید بیاد بالا. کشوری که رشد اقتصادیش منفیه، ما رشد اقتصادی منفی 6-7 رو تجربه کردیم سال گذشته و حالا امسال هم نمیدونم، فکر نکنم خیلی عدد مثبتی باشه، اصلا وارد ماهیه مثبت بشه رشد اقتصادیمون، با نرخ بهره 30-35 و رشد اقتصادی منفی، آیا اصلا دیگه تولیدی انجام میشه به نظر شما؟ و بعد تولید انجام نشه، اون تجربه سال 94-95 دوباره تکرار میشه؟ نه ببینین، من موضوع اینجا هستش که ظرفیت های تولید، ببینین الان کسایی که در واقع از بانک ها دارن وام میگیرن، دارن سوبسید پنهان میگیرن، یعنی با نرخ 21% دارن از بانک ها افکتیو دارن وام میگیرن، حالا نرخ رسمی 18%، ولی با کارهایی که بانک ها انجام میدن با نرخ 21% تقریبا دارن وام میگیرن، ولی تورم 50%، یعنی عملا اینا بهشون دارن 30% پول مجانی میدن، گوش میکنی؟ و این ایراد کار هستش، یعنی کسایی که در واقع از بانک ها ارتزاق میکنن وام میگیرن و خود بانک ها به خاطر مارجی که دارن اینها برنده داستانن، و کسایی که سپرده گذار هستن و اینو در واقع دارن تامین میکنن بازنده داستانن، به همین خاطر پولشون از شبه پول تبدیل میکنن به پول هاتمانی، پول در واقع توی حسابای یا کوتاه مدتشون هستش یا در حساب جاریشونه، که همونطور که میدونه این نسبت به شدت تغییر کرده، یعنی شبه پوله که یه طوری میتونست در واقع جلوی تورم رو بگیره، عرضم به خدمت شما که نمیگه. من یه چیزی رو میخوام به در واقع بانک مرکزی بگم، ببین بانک مرکزی مدرن دنیا مسئله شون تورمه، یعنی مسئله شون اشتغال نیست، اشتغال وظیفه یک کسی دیگه است، گوش میگانی؟ باید بهره رو طوری در واقع تعیین بکنه که بتونه تورم رو کنترل بکنه. بخش ساید عرضه مشکلات استراکچرال داره، ساید عرضه فقط نرخ بهره روش اثر نداره، که آقا بهره وقتی که تورم 50% داری، مجبور هستی که با نرخ بهره 35% وام بگیری، حتما هم فروشت قاعدتا باید انقدر بیارزه که تورم کاور کنه، اگه نیارزه بهتره که اصلا تولید نکنی. ولی موضوع همینجا هستش، موضوع اینجاست که آقا این 6% 7% که داریم میاد پایین، به خاطر اینکه ما یه اقتصاد کاملا وارداتی داریم، تمام تکنولوژی ما، تمام در واقع حتی تو بخش پالایشیامون الان ما مشکل مینتیننس داریم، به خاطر اینکه پتروشیمی ها و پالایشگاه ها نمیتونن در واقع قطعات بیارن که بتونن تولید خودشون رو حفظ بکنن به خاطر سانکشن ها. تو بخش خودرومون که تقریبا همه چیز، حتی خودروی پراید هم یه بخشش باز از خارج از کشور وارد میشه، یعنی تولید داخلی 100% نیست. در نتیجه این ایزوله شدن و این سانکشن ها و این نداشتن ارتباط با دنیا هستش که ما رو در واقع تو بخش عرضه فلج کرده. ولی تو بخش دیمند واقعا ما میتونیم کنترل کنیم، و دیمند در اختیار در واقع سیاستگذار پولی هستش. اگر تقاضا رو از طریق افزایش نرخ بهره کنترل نکنه، من متاسفانه باید به شما خبری بدی بدم که امسال ما با یک هایپر اینفلیشنی مواجه خواهیم شد که حداقل بالای 60-70% خواهد بود، و به طور متوسط عرض بکنم، چون خیلی از این کالاهایی که ما داریم استفاده میکنیم سابسیدیه، مثل برق و آب و گاز و اینا، که اینا خیلی خوب متورم نمیشه در نتیجه میاد پایین، ولی مواد غذایی، نمیدونم شوینده ها، مواد مصرفی، خیلی چیزهای دیگه
قیمتشون سرسام‌آور میره بالا و این از نظر اجتماعی هم برای دولت خطرناک خواهد بود. این بازی نرخ تورم بفرمایید شما، ببخشید بفرمایید. بله؟ نه بفرمایید شما. من خواستم یه سوال بپرسم، شما بفرمایید بعد سوال بپرسم. آره، یعنی میخوام بگم تورم اگر کنترل نشود تبعات وحشتناک اجتماعی خواهد داشت. سرقت‌ها، در واقع دزدی‌ها، جرائم، همه اینا افزایش بده. فساد مالی در خود سیستم دولتی و خصوصی افزایش پیدا می‌کنه. و واقعا من فکر می‌کنم بانک مرکزی ما باید بیا در واقع این دست از اون فاینانسینگ برداره. اگر کسی می‌خواد در واقع سوبسیدی بده به وارد کننده ها، خود دولت باید بیاد ما به ازاش یا مالیات بگیره از مردم یا اوراق قرضه بفروشه با نرخایی که جذاب باشه برای سرمایه گذارا. وقتی اون رقمی که عرض کردم هزار میلیارد تومان رو بخواد وارد بکنه، باید نرخ بذاره که مردم بخرن. نرخ پایین رو نمیتونه بگذاره، باید نرخ بذاره که حداقل بگه آقا من شما رو کامپنسیت میکنم توی تورم. یه سوال مهم آقای قضی‌پور، این بازی نرخ بهره به نظرتون تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ آیا ما فقط یه مشکل بزرگ داخل اقتصاد رو با این حالا موضوعی که شما فرمودید و بالا آوردن نرخ بهره انتقال نمیدیم به آینده؟ باز حل نمیشه به نظرم، دوباره آینده همین مشکل پیش میخوره. ببینین بخش دیمند رو من فقط میتونم به عنوان یه اقتصاد خونده نظر بدم. ما در واقع ما دیمند رو الان در اختیار ماست. ساپلای بخش ارزم تو که عرض کردم دست دیپلومات هاست، دست وزارت بهداشته، دست ما نیست. یعنی بعد مشکلات سیاسی مملکت بشه حل بشه. با دیگران اگر بخوام مذاکره بکنم، واقعا سواد من اونقدر نیستش در مورد بخش ساپلای الان صحبت بکنم، چون اعتقاد دارم که در واقع این بخش یعنی گرفتاری استراکچرال داره. ولی بخش دیمند در اختیار ماست. یعنی واقعا این دیگه میشه مدیریت دولت و مدیریت بانک مرکزی که در برابر تورم خودشون میتونه این شکلی یه مقدار پروتک کنه. شما ببینید سالی شما فرمودید 7-8% ما نرخ رشد منفی داشتیم. و وقتی عرضه 7-8% کم میشه، تقریبا یه تورم 7-8% منطقی هستش که کالا کمتر تو دست مردمه و یه 10% خیلی قابل تحملتر از اینه که ما هم از طرف ساید عرضه تورم رو تجربه کنیم، یعنی رکود تورمی، هم در واقع بنزین بزنیم به این آتیش با افزایش با سیاست های انبساطی پولی در واقع ساید تقاضا رو هم به شدت جابجا بکنیم که تبدیل بشه به هایپر اینفلیشن و خدای نکرده فروپاشی اجتماعی. و من این خیلی منو نگران میکنم. به عنوان آخرین سوال آقای قضی‌پور، یه اظهار نظر جالب میشنویم ما. میگن که حالا بورس و رشد شاخص بورس در واقع داره عامل رشد دلار میشه. شما نظرتون و خیلی خلاصه نظرتون در مورد این موضوع؟ خیلی خلاصه من اینو اصلا قبول ندارم. مسئله سیاست‌های پولی هستش. وقتی که پول سرگردان هستش و وقتی نرخ بهره میگم اونقدر پایینه که سپرده‌گذارا نمیتونن در واقع بیان توی این بازی، خب میگم پولمون رو کجا ببریم؟ میریم تبدیلش میکنیم به دارایی، طلا میخریم، زمین میخریم. الان یه بازاری درست شده به اسم بازار بورس، می‌بینیم سهم می‌خریم. یعنی اصلا اینا هیچ اثری با هم دیگه نداره. ریشه تورم پوله. پول رو جلوشو بگیرید، تورم رو در واقع میتونید کنترل بکنید. میتونید در واقع بازارهاتون رو افیشنت کنید. دیگه پرفورمنس معنی داشته باشه. شرکت‌هایی که در واقع نتونن به اندازه تورم سود بسازن، باید از گردن خارج بشن. ولی الان خود شما میگید آقا شرکت‌های زیانده، یکی از خودروسازا بود فکر کنم تو همه برنامه شما بود، روزی رنو شده مارکتش. آره، مارکت ولیوش اندازه یکی از بهترین خودروسازای دنیا شده. خب این بی‌معنیه. این نشون میده که آقا اصلا این یه جوک ساختگیه. در نتیجه من اصلا همچین اعتقادی ندارم. متاسفانه بانک مرکزی و دولت دستشو کرده تو جیب سپرده‌گذارا و با ایجاد تورم داره همه بازارها رو به هم میریزه و ما غیر در واقع
نان افیشنسی رو توی تمام بازارها داریم میبینیم و شاخص بورس 1,800,000 تا هم اگر همچین تورم وجود داشته باشه چیز عجیبی نیست، ولی باید ما از بانک مرکزی بخوایم سیاست‌های انبساطی پولش رو دست برداره و خود دولت در واقع تاوان کسری بودجه پنهانش رو بده، یا اوراق قرضه منتشر بکنه، یا به قول معروف شرکت‌هاش رو بفروشه، یا مالیات بگیره، طوری که به قول معروف این رو چیز بکنه، یا من که میگم تکنرخی کنه، قیمت ارز رو تکنرخی بکنه و به قول معروف اگر هم میخواد سوبسیدی بده به مصرف کننده‌اش. ممنون آقای قضی‌پور، صحبت‌های خیلی خوبی بود. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. قربان شما. هم از برنامه خودتون متشکرم. زنده باشید. ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ. خب صحبت کردیم با آقای رضا قضی‌پور، مدیر اسبق اعتبارات بانک خاورمیانه. صحبت‌های جالبی بود در مورد نرخ بهره و حتی پیشنهاد ایشون برای اینکه خب بخوایم نرخ بهره رو بیاریم بالاتر. محدوده جالبی هم میگفتن، عدد حالا 30-35 واقعا عدد خیلی جالبیه. بعد ببینیم که حالا سیاست های بانک مرکزی به کدوم سمت میره.